از مینی بوس محمد آقا که با ترمزش جونتو میورد توی دهنت پای میومدی، محمد آقا با اون سیبیل هیتردی و شکم بزرگش که روی کمربندش میومد و کفش هایی که پشتشو تو زده بود که مثل دمپایی بشه، دستتو میگرفت و کشون کشون از این ور خیابون به اون طرف که طرف مرسه بود میبرد و از در آهنی آبی رنگ رنگ رو رفته مرسه که عبور میکردی، بابای مرسه اول یخت رو میگرفت که قابلمت کو، و اگر قابلمت رو در مینیبوس محمد آقا جا نذاشته بودی قصر از دست بابای مرسه در میرفتی، قابلمه رو به اون میدیدی، کیف دو قفله دستدار قهوه‌ای رنگ رو به یک طرف پرت میکردیم طرف گلها و شتابان با کله میرفتیم به سمت دوستان که با اونا باشیم. بچه ندو، نتاق ندو، تبرا ولش کن، ندو آقا، ندو کلانی، ندو گودرزی و علی محمدی بیان دفتر، آقا ندو، ندو طالب بگی، کیانوری ند. بعضی ها خودشون میومدن مدرسه و بعضی هم که سطح بالاتر بودن، یعنی راننده داشتن، با راننده هاشون میومدن مدرسه، مثل دکتر پسر دکتر فلانی، دختر سناتور فلانزاده، پسر سرلشکر فلانیان و دکتر و دختر دکتر فلانپور جلاح مغز، مثل همون نیلوفر و حسین بختیار، یادتونه همون که باباشونو خودکشوندن. بگذاریم، ولی شهریه برای همه در مدرسه مهران 1000 تومان بود، 1000 تومان. خانم قنیابادی نازه مرسه میگفت هر بچه ای اندازه 1000 تومان ارزش داره، نه بیشتر نه کمتر. خیلی ها دلشون میخواست بچهشون بیارن مرسه مهران، ولی آقا و خانم مافی نمیتونستن همه رو تو مرسه جا بدن. دنگ 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 دنگ، همه صف بکشن، نه دو آقا، نه دو ملک مده، برو تو صف. ابوالفتح چرا اینطور، ابوالفتح چرا اینطوری میکنی، برو تو صف. حقانی از صف نیا، بس دیگه صبح، نه دو مرتب تو صف، تو صف وایسین از صف بیر. حالا منظم بفرمایید سر کلاس. دنگ 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 دنگ. پسرا رو بوش پوشیده، ناخون گرفته با دستمال سفید تو جیب، دخترا با رو پوش که دامنش از زانو بالاتر نبود میومد و جوراب سروبی، مثل بچه آدم توی صف از پله های مدرسه از کنار میکروفون خانم قنیابادی که دستش بود و گاه گاهی روی سکوی مرمری کوچک بغل دفتر آقای مافی میذاشت بالا میرفتیم. از در اصلی ساختمون تو میرفتیم و از بغل اون اکواریوم بزرگ ماهی ها که دست راست بود، که ماهی های تراپیکال قشنگ داشت و به شیشه هاش زالوهای قوی جوندار چسبیده بودن، میگذشتیم. اگر کلاس خانم حسنزاده و نجفزاده و دارشی و قربانی بودیم، همونجا بعد از اکواریوم میپیچیم دست راست، و اگر کلاس های بالاتر بودیم، از بغل دفتر آقای نیریزی و کتابخونه مدرسه که اندازه یک توالت بود عبور میکردیم و از پله های اصلی به طبقات بالا به کلاس هامون میرفتیم. اگر مثل آقای مافی بودی، این پله ها رو دوتا یکی میکردی میرفتی. بعدم سر جهامون تو کلاس جامدادی و دفترچمون که مارک فرنو داشت بیرون میووردیم و معلم حاضر غایب بیکرد. شکیب، والیپور، بیژنی، رستگار، نازدی، طالب، حرف نزن طالب بگی، طباطبایی، فیروزی، امیری، قشقایی، مقدم، زهرایی، پهلوان، حقانی، نجفزاد، دادبه، نامدار، شهید، شهیدی شلوغ نکن، کلانی، ستاره، بنشی، مظفری، شادمان، محمد، کسی از اسمش نگفتم. و اینطور بود که صبح ها مدرسه آغاز میشد و درس ها شروع میشد. میرفت تا زنگ تفریح، دنگ 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 دنگ، زنگ که میزدن اول سرمون بعدم تهمون از توی کلاس میومد بیرون. میدویدیم تو حیاط مدرسه که در قسمت چپش چرخ و فلک شکسته بود و کار نمیکرد و هیچی دیگه هم تو زمین بازی نبود که باش بازی بکنیم. ندو، ندو آقا، چرا میزنیش کلانی، نرو، نرو تو باغچه سرتیبی. البولفتی و حقانی بیان دفتر، ندو ولش کن، ندو. ما هم انگار نگار که کسی داره با همون حرف میزنه یا بکن نکن میکنه، از این ور میدویدیم به اون ور. خانم قنیابادی و
و آقای شکیبا ناظمین مدرسه مهران بودن. آقای شکیبا بیشتر تنبیه میکرد، خانم قنیابادی بیشتر جیغ میزد. میگفتن آقای شکیبا تو کشتارگاه کار میکنه. راستش من نمیدونم، ولی میدونم که اون خط خوبی داشت و با آقای نیریزی که قد بلندی داشت تو یه دفتر با هم کار میکردن و روی میزش همیشه یه قلم درشت خطاطی و جوهر و لیغه و اینجور چیزا بود. توی حیات مدرسه هیچ چیز یا وسیله نبود که باش بازی کنی. مسترها همه کثیف بود و دستشویی‌ها کار نمیکرد. گهگاهی تو حیات مدرسه شیر کاکائو میفروختن، 4000 یا 5000. من عاشق شیر کاکائو بودم. شیشی کوچک چارگوش با در فویل قرمز، عجب مزه‌ای داشت. تمام ساعت زنگ تفریح میدویدیم و شلوغ میکردیم و عذاب میدادیم، با دوستان حال میکردیم، با مجلسی و گودرزی و رستگار، طالبگی، جاهد، علی محمدی، کلانی، نیما، نیمای نتاق، با ملک مدنی، معتقد، علی تبرا، بهش گفتیم علی تبرا کوتوله و ویلا، حالا لابد قدش از مایکل جوردن هم بلندتر شده، و بله ادموند سیمانتوب که جوهر خودنویس لامی رو میخورد، و البته با تمام دخترهای مدرسه مهران که ما پسرها دنبال اونا بودیم، میرفتیم دامنشون رو بالا میزدیم، البته تصادفی نه عمدی. و تو عالم بچگی حرفای عاشقانه که یادم نیست چی روی کاغذهای کوچک مینوشتیم و در حیات دومی اون پشت توی دیوار پشت یکی از آجرهای لق قایم میکردیم و توی این کاغذهای کوچک اسمهای پسرها و دخترها رو نوشته بودیم و هر پسری رو به یک دختر داده بودیم. البته اسم نمیخوام ببرم، ولی همه ما پسرها از فیروزه جابری، سپیده کاظمی و فیروزه فروتنی خوشمون اومد. و اگر پسری باشه تو کلاس ما که این مسئله رو دینای کنه، یعنی تکذیب بکنه، حتما داره دروغ میگه. دنگ 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 دنگ. بعد از دویدنهای بیجا و شلوغ کردنهای بیحد و دفتر رفتن و دست دستی خوردن از آقای مافی و تشرهای خانم مافی، دوباره به کلاس برمیگشتیم تا ظهر که وقت نهار بشه. تنبیه دست دستی آقای مافی رو همه فکر کنم چند بار نوشجان کردن. باید گفت که چون آقای مافی به تنبیه بدنی معتقد نبودن، میذاشتن که بچه ها خودشونو بزنن و از این بابت تنبیه بشن. جلوی دفتر دولا میشدن و دو دست یک بچه و یا یک دست یک بچه و یک دست بچه دیگه رو میگرفتن و چند بار محکم به هم میزدن تا این بچه ها بفهمن که اشتباه کردن و دیگه از این غلط های زیادی نکنن. استاندارد مو هم برای پسرها مشخص بود. موشونو بعد مافی میزدن، یعنی نمره 4 دور تا دور و فلت تاپ مثل آقای مافی. و اگر اینطور نبود، یعنی اینطور نمیزدن موهاشونو، خانم یزدانی فکل بچه رو میگرفت و با قیچی چمنزنی که از باغبون مرسه گرفته بود از ته میزد تا به خاطر سوراخی که روی سرش جلوی سرش ظاهر شده بچه بره و سرش از ته مافی بزنه. دندش نر. خب حالا موقع نهاره. قابلمه های 3 طبقه را که صبح داده بودن به مامان بابامون و ما داده بودیم به دست بابای مدرسه، توی آشپزخونه که طبقه 3 بود از هم جدا میکردن. طبقه اول پلو و خورش که صاف میرفت روی آب گرم که تا ظهر گرم بمونه، طبقه دوم سالاد و طبقه 3 خربوزه بود که همه با لاک قرمز یا صورتی اسمشون روی این قابلمه ها بود تا قابلمه یکی با یکی دیگه عوض نشه خدای نکرده. غذاها رو خورده و نخورده دور می‌ریختیم که یک دفعه توی خونه دعوامون نکنن. البته دعوای اصلی بر سر نبردن قابلمه به خونه بود که هم مادرمون، هم بابای مدرسه و هم خانم هدایت مسئول آشپزخونه دعوامون میکردن.